حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی در منطقه ندارد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. امیر عبداللهیان مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرده و اعلام کرده است تهران هیچ اطلاعی از حمله روز 15 مهر حماس به اسرائیل نداشته. او مدعی شده که پشتیبانی ایران از فلسطین صرفاً سیاسی، رسانه‌ای و بین المللی است و جمهوری اسلامی این حمایت‌ها را هرگز کتمان نمی‌کند. با وجود این، آمریکا تهران را بابت حملاتی که در 2 هفته گذشته در عراق و سوریه به نیروهای نظامی ایالات متحده شده مسئول می‌داند. واشنگتن اعلام کرده است این حملات از سوی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده‌اند. در دیدگاه با جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه می‌شویم تا درباره شبه نظامیان و نیروهای نیابتی درگیر در جنگ منطقه گفتگو کنیم. آقای رجبی، در اخبار مربوط به جنگ هرگز نمی‌شنویم که مثلا ارتش رسمی لبنان یا خودگردان فلسطین با اسرائیل در نبردند یا بهش حمله کردند. همیشه از نیروهای شبه نظامی نام برده میشه یا برخی اوقات نیروی نیابتی خونده میشه. میخوام ازتون بپرسم نیروهای درگیر جنگ با اسرائیل چه گروه‌هایی اند اساساً و چه سابقه تاریخی دارن؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. بله، حتی در فلسطین تشکیلات خودگردان که توسط جامعه بین المللی او نماینده فلسطین شناخته میشه، مسیری غیر از حماس رو در نظر گرفته. در لبنان هم همینه. در لبنان هم کشور لبنان میدونیم که مثلا سر اختلافات غازی مسیر گفتگو با اسرائیل رو پیش برد و یک تفاهماتی رسید. اما گروه‌هایی مثل حماس، گروه‌هایی مثل جهاد اسلامی در لبنان، مثل حزب الله، قبل‌تر حزب عمل بود که بعدها تبدیل شد به حزب الله، اونها گروه‌هایی هستند که بیشتر وابستگی خارجی دارند. یعنی درگیری اونها شاید در چارچوب زمین بازی فلسطین تعریف یا لبنان تعریف نمیشه. نیازمند یک سری روابط خارجی تأثیر به این موضوع داره. جمهوری اسلامی همیشه گروه‌هایی که شبه نظامی خیلی تلاش می‌کرده این گروه‌ها دولتمند نشن، یعنی که اونها نرن به شکل اینکه یک سبک دولت بشن، تشکیلاتی داشته باشن، پلیس و یک حالت دولتی که اونها به سمت راه حل سیاسی برن. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت قالب راه حل سیاسی برای موضوع فلسطین نبوده و همیشه می‌گفته بعد درگیری نظامی و اسرائیل از بین بره، در حالی که کشور لبنان و تشکیلات خودگردان اونها طرفدار حل دو دولت هستند. اینجاست که حماس و بعدا حماس هم به دلیل اینی که اونها هم یک مقداری داشتن به سمت این موضوع میرفتن، جمهوری اسلامی اومد گروه های دیگه ای رو مثل جهاد اسلامی تقویت کرد. اینجاست که ما میبینیم که این گروه ها نه نماینده مردم فلسطین و لبنان، بلکه تأثیر خارجی بر روابط اونها محرزه. کدوم یکی از نیروهایی که در جنگ با اسرائیل نقش آفرینی میکنن به طور محرز به ایران وابستگی دارند آقای رجبی؟ گروه هایی که نیابتی جمهوری اسلامی ایران دو بخشه. یک گروه هایی تقریبا میشه گفت جزو نیروهای جمهوری اسلامی هست. بعضی از گروه ها در ائتلاف با جمهوری اسلامی هست. حزب الله لبنان جزو گروهیه که در جزو نیروهای سپاه قدسه، یعنی اونها تحت هیکل اداری جمهوری اسلامی هست. خودشون را هم این رو کتمان نمی کنن. اما گروهی مثل حماس، اونها تعامل دارن با جمهوری اسلامی، یعنی اون روابطشون مشبر سر مسالهشونه. یعنی جمهوری اسلامی پول بهشون میده، تا زمانی که پول به اونها میده سلاح قرامده از اونها چیزایی میخواد. اما در فلسطین باز هم در غزه گروه جهاد اسلامی باز هم مثل حزب الله، اون رو میشه تحت نیروهای سپاه قدس مستقیما تعریف کرد. اما جمهوری اسلامی تلاش میکنه که بگه اونها از من نیستن، از من دستور نمیگیرن و من فقط حمایت میکنم. اما چیزی که تا اینجا محرز شده، گروه جهاد اسلامی، گروه حزب الله جزو نیروهای سپاه قدس هستن که مستقیما اداره میشن توسط اونها. نیروهای مثل حماس، گروهای دیگه، اینها در تعامل با جمهوری اسلامی پولی که از جمهوری اسلامی میگیرن در قبال اون دستوراتی را از جمهوری اسلامی اخذ میکنه. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اخیراً گفته ایران در منطقه نیروی نیابتی نداره.
شما فکر میکنید ایران آیا در حال تغییر موضع و تغییر زمین بازی آقای رجبی یا قصد داره فقط از خودش رفع مسئولیت کنه؟ به نظر میرسه که پیام آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی رسیده، یعنی اون پیامی که گفت نکنید عموما این پیام رو داشت برای جمهوری اسلامی که مسئولیت این گروه ها با شماست و جمهوری اسلامی این حرفهایی که داره میزنه در تناقض رفتارهای گذشته اونهاست که عموما بارها فلان شخص گفت ما چندین ارتش در خارج داریم، قاسم سلیمانی بارها این صحبت ها رو گفته بود، یا اون جلسه ای که حاجی زاده پرچم همه گروه های نیابتی رو پشت سرش گذاشته بود. اما الان این گفته امیر عبداللهیان داره نشون میده که جمهوری اسلامی میخواهد از انتقامی که آمریکا و یا اسرائیل از اونها به خاطر نیروهای نیابتی بگیره رفع مسئولیت کنه. ما یادمون نره کشته شدن قاسم سلیمانی از دومینوی شروع شد که یکی از نیروهای نیابتی ایران یک پیمانکار آمریکایی رو در کردستان عراق کشت، بعد آمریکا حمله کرد و در انتها به بارت آمریکا نیروهای نیابتی ایران حمله کردن، در پاسخ این پاسخ به کشتن قاسم سلیمانی بود. یعنی جمهوری اسلامی الان فهمیده که احتمالاً مسئولیت این حملات به سمت او خواهد آمد و این صحبت ها به خاطر اینکه بخواهد خودش رو از مزان این حملات انتقامجویانه و یا انتقامجویانه ای که گروهای نیابتیش انجام میدن و در مقابل پاسخی که آمریکا میده مسئول بداره. نکته دومش هم اینه که میخواهد خودش رو به عنوان یک طرف درگیر مطرح نکنه تا در انتها بتونه به عنوان یک واسطه، به عنوان یک منجی وارد بشه و امتیازات خودش رو بگیره. امیر عبداللهیان 22 مهر در دوحه با اسماعیل هنیه ملاقات کرده بود آقای رجبی، اخیراً هم یک ملاقات دیگه با او داشته. اگر جمهوری اسلامی اونطور که مدعی شده فقط به حمایت سیاسی از حماس بسنده میکنه، این دیدارها چه معنایی پیدا میکنن؟ یک قسمتش برمیگرده به شخصیت خود امیر عبداللهیان. مثلا ظریف با همه اینی که وظیفه توجیه فعالیت های حاکمیتی رو داشت، یه شخصی بود که مال دستگاه خارجه جمهوری اسلامی بوده، اما امیر عبداللهیان یک نیروی پاسدار و نیروی سپاه قدسیه. یعنی اعتمادی که سپاه قدس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و امیر عبداللهیان داره بیشتر از وزرای سابقه. اینجاست که او یک نقشی هم داره برای رسوندن بعضی از پیام هایی که بعد انجام بشه، به دلیل اینکه خب شاید نگران یک سری شنود ها هستن، یک سری باید دستورات رو ده. این یک نکته است، یعنی صحبت که ظریف تقابلی که شاید ادعا کردن دوره ظریف بین میدان و وزارت خارجه شکل شده بود، الان میدان اونها تسلط داره بر وزارت خارجه، یک قسمتش به این مربوطه. قسمت دوم به این مربوطه که جمهوری اسلامی میخواد تلاش بکنه که خودش رو بازیگر اصلی این موضوع قرار بده، به شکلی که بخواهد به آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه بگه که اگر میخواهید موضوع حل بشه باید به من امتیاز بدید. ما یادمون نره حملاتی که انجام شد 7 اکتبر و اون جنایتی که انجام شد در دوره انجام شد که جمهوری اسلامی مسجل شده بود که اسرائیل تصمیم خودش رو گرفته که حتی جمهوری اسلامی برای موضوع هسته‌ای برخورد داشته باشه. جمهوری اسلامی در حال یک انزوا بود و این موضوع رو در چارچوب رفتار جمهوری اسلامی میشه دید. این بیشک فعالیت امیر عبداللهیان این دو بخش رو داره که میخواهد یکی این که پیام میدان رو به افراد سیاسی برسونه، یک هماهنگی ایجاد بکنه. نکته دو اینه که میخواهد خودش رو به عنوان یعنی جمهوری اسلامی رو به عنوان بازیگر اصلی موضوع قرار بده. یک نکته ضعیفترش هم اینه که با یک انتقادی بین فلسطینی ها از جمهوری اسلامی بوده که گویی که شما ما رو به، یعنی افکار اون میشه شما ما رو به این موضوع انداختید و خودتون عقب کشیدید. میخواهند بگوین نه ما در صحنه هستیم، تلاش میکنیم و میبینیم که امیر عبداللهیان تو هر گفتگویی تهدید میکنه که اگر چه بشود چگونه میشود که همه این خط قرمزهای ایران که مشخص کرده بود اسرائیل از اون عبور کرد و کاری جز همین سفرها فعلا اتفاق نیفتاده. آقای رجبی، در صورت ادامه این جنگ و گسترش اون، فکر میکنید جمهوری اسلامی مستقیماً از نیروهاش استفاده خواهد کرد؟ اینکه اعلام کرده جمهوری اسلامی که جبهه‌های دیگری گشوده خواهد شد، به احتمال دخالت مستقیم ایران در جنگ به نظرتون اشاره داره؟ نه، دخالت مستقیم جمهوری اسلامی قویاً منتفیه. از روز اولش خامنه ای اون صحبتی رو که این ما نقشی نداشتیم، خود تصمیم فلسطینی ها بوده، جلوتر آمدیم
باقری رئیس نیروهای مسلح ستاد مشترک نیروهای مسلح، حتی اگر همه مردم غزه رو هم بکشن روزن، یعنی حتی اگر هم که اتفاقی هم بیفته ما ورود نمی کنیم. کیهانی که ما می دونیم سخنگوی غیر رسمی خامنه ای و تمامی مواضع اون رو پوشش میده، گفت هیچ وقت از سمت که دولت دیگه وارد نمیشیم. نکته سوم خیلی مهمه، وقتی یک کشور نه گروه تروریستی میخواهد وارد یک جنگ بشه، او اگر احتمال بده که مردم با این جنگ مخالفت علنی خواهند کرد، یعنی شورشی اتفاق خواهد افتاد، درگیری خیابانی اتفاق افتاد، اون خطر عظیمتر براشه. فضای فعلی جامعه ایران مثل یک همون بشکه باروته که شاید جمهوری اسلامی که بخواهد برای اون بلند پروازی خودش، افکار آخر زمانش، حتی اگر 1% وارد همچین جنگی بشه، به دلیل عدم مشروعیتی که در داخل داره، اون موقع احتمال سقوطش خیلی بیشتر میشه. مسئله دومی که گفته بود جبهه‌هایی که باز میشه، نه، این موضوع خود جمهوری اسلامی نیست، موضوع گروه‌های مثل انصار الله یمنه. انتخاب یمن هم به این دلیله که بتونن یک مقداری اون هزینه رو برای کشورهای طرفدار خودش کم بکنه، به دلیل مسافتی که یمن داره، به دلیل اینکه جنگ زده بودن یمنه، که خود یمنی هم گفتن هزینه‌ای که ما بخواهیم در آینده بدیم خیلی کمتر از این سالهای گذشته بوده، یا استفاده از گروه‌های نیابتی عراقی خودشون برای باز کردن و یا کشوندن پای آمریکا به این مسائل خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.